درود بر شما همراهان عزیز، با برنامه دیگه ای از زنان امید در خدمت شما هستیم و امیدواریم که از برنامه امروز ما لذت ببرین. دوستان سلام عزیزان، منم فرشته هستم و سلام و درود میگم به دختران محبوب خداوند. خوشحالم که بانوشین عزیز با یک برنامه دیگه از زنان امید امروز هم در خدمت شما هستیم. همینطوره دوستان عزیزم، امروز میخواییم در بخش درس زندگی در مورد لکنت زبان صحبت کنیم و در درس روحانی نگاهی به دلهامون میندازیم و دلهامون رو با قلب خدا محبت بی نقص او مقایسه میکنیم. آمین. پس با برنامه امروز زنان امید همراه باشید. دوستان میخوام بپرسم، شما کسی رو میشناسین که گاهی موقع صحبت لکنت داشته باشه؟ یا خودتون جزو افرادی باشید که لکنت زبان داشته باشید؟ توی برنامه امروز بیشتر میخواییم راجع به لکنت زبان و علتش بشنویم و یاد بگیریم چطور میتونیم به کسی که لکنت داره کمک بکنیم. بله عزیزان، و امروز میخواییم راجع به اطلاعاتی که از یک گفتار درمانگر یاد گرفتیم براتون صحبت کنیم. ایشون با افرادی که لکنت زبان دارن کار میکنه و اطلاعات زیادی در این مورد داره. خب قبل از هر چیز میخواییم بدونیم تعریف لکنت زبان اصلا چی هست؟ خب لکنت زبان نوعی اختلال در گفتار هستش. فردی که لکنت زبان داره میدونه که چی میخواد بگه، اما در عین حال گاهی نمیتونه نحوه بیان کلماتش رو کنترل کنه. همه ما گاهی تسلط کمتری روی گفتارمون داریم، اما این امر برای کسی که لکنت زبان داره بیشتر اتفاق میفته. مثلا حروف یا بخشی از کلمات رو تکرار میکنه، بخشی از کلمه رو بیشتر میکشه، یا اینکه بیان کردن یک حرف براش سخت‌تر میشه. منم اتفاقا چند وقت پیش با یکی از دوستان بودم فرشته جان. پسرش 3-4 سالشه. یهو اومد جلو و به مامانش گفت مامان کی میریم پارک؟ اولش من فکر کردم چون بچه هست داره ادا در میاره، ولی بعد فهمیدم که پسرش لکنت زبون داره. خب میدونین معمولا لکنت زبان از سنین 2 تا 5 سالگی شروع میشه. بعضی از بچه ها دچار اختلال کوتاه مدت در گفتار میشن و به مرور این موضوع حل میشه. ممکنه این امر موقعی اتفاق بیفته که بچه ها دارن کلمات جدید زیادی یاد میگیرن و سعی میکنن جملات سختتر و طولانی تری به کار ببرن. فکر کنم پسر دوست منم همین جوری بود، چون بعد از 6-7 ماه لکنتش کاملا برطرف شد. اگه این لکنت بیشتر از 6-7 ماه طول بکشه ممکنه موندگار بشه. به نظر دلایل دقیق لکنت زبون هنوز مشخص نشده، اما طبق گفته گفتار درمانگری که باهاش صحبت کردیم چند تا نکته وجود داره. یکی این که پیام‌های ارسال شده از مغز به ماهیچه‌هایی که موقع صحبت ازشون استفاده می‌کنیم قاطی میشن، و یا اینکه در فردی که خانواده‌اش سابقه لکنت زبون داره احتمال اختلال در گفتار هستش، و دیگه اینکه لکنت زبان در نتیجه نفرین یا مجازات رخ نمیده، و اینکه فردی که لکنت زبان داره به باهوشی شخصی که لکنت نداره. خیلی مهمه که اینو از یاد نبریم. در واقع هوش اون شخص هیچ فرقی با یک شخص عادی نداره. بله، و میدونیم که لکنت زبان در نتیجه استراب یا خشم فرد رخ نمیده، بلکه فردی که لکنت داره میتونه گاهی مضطرب بشه یا به دلیل رفتار مردم از حرف زدن اجتناب کنه. این برام جالب بود فرشته جان که گفتی لکنت زبان به خاطر استراب یا عصبانی بودن فرد نیست، بلکه ممکنه شخص به خاطر رفتار دیگران مضطرب بشه. درسته، رفتار بد دیگران میتونه شرایطو برای این افراد سخت‌تر کنه. خندیدن به اونا کار قشنگی نیست، موافقی؟ 100% که همینطوره، اصلا کار درستی نیست.
پس چطوری باید با کسی که لکنت داره صحبت کنی؟ باید اجازه بدین حرفشون رو بزنن. حتی اگه مقدار طولانی، مدت طولانی طول بکشه اشکالی نداره. بعضی وقتی کسی با لکنت حرف میزنه عجولانه رفتار میکنن. بهتر که مثل یه شخص عادی باهاشون رفتار کنیم و بهشون گوش بدیم. اجازه بدیم حرفشون رو تموم کنن. سعی نکنیم جملهشون رو تموم کنیم. صبور باشیم. اگر این شخص جز دوستان یا افراد خانوادتونه، ازش سوال کنین که چه کارایی بهش کمک میکنه و از چه رفتارایی ناراحت میشه. اینجوری بهتر میتونین باهاش ارتباط برقرار کنین. درسته. و در مورد بچه ها سعی کنید از جمله های کوتاه و ساده استفاده کنید و اجازه بدین که بهتون جواب بدن. سعی کنین بفهمین چه چیزهایی باعث استراب اون بچه میشه. اگر توی کلاس نمیخوان حرف بزنن مجبورشون نکنید. در مورد این موضوع با معلمش صحبت کنید. شاید بهتون توصیه های خوبی بده و کمکتون کنه تا بهتر با فرزندتون ارتباط برقرار کنید. بله. گفتار درمانگر میگفتش که وقتی که بچه سعی میکنه با تسلط حرف بزنه خوبه که تشویقش کنیم. بچه ها نیاز به تحسین و تشویق دارن. این کار بهشون اعتماد به نفس بیشتری میده. بله، و اگر شما معلم یا کارفرما هستین، یادتون باشه افرادی که لکنت زبان دارن به اندازه باقی افراد حق تحصیل و کار دارن. به جای لکنتشون به توانایی هاشون توجه کنید. به نظرتون از نظر حرفه‌ای چه کمک‌هایی میشه به این افراد کرد؟ خب میدونین در بعضی از کشورها کمک از طریق آسیب شناسان گفتار یا گفتار درمانگرها که در دسترس هستن این اتفاق میفته و میشه از اونا کمک گرفت. اونا میتونن انواع مختلف درمان رو برای کودکان و همینطور بزرگسالان ارائه بدن و اگه میتونیم به یه درمانگر مراجعه کنیم. درمان کودکان قبل از اینکه وارد مدرسه بشن مؤثرترین نوع درمانه. در بعضی جوامع گروه‌های خودیاری یا انجمن‌هایی که افرادی درشون هستن که لکنت زبان وجود داره، این گروه‌ها هم حمایت می‌کنن و هم اطلاعات خوبی در مورد لکنت زبان بهتون میدن. از طریق اینترنت هم می‌تونید با بعضیشون آشنا بشین. بله فرشته جان، درست میگی. خب عزیزان، در این قسمت از برنامه می‌خوایم یک سرودی گوش بدیم و یک استراحت کوتاهی داشته باشیم و بعد از اون با بخش روحانی برنامه دوباره برمیگردیم. پس با ادامه برنامه همراه ما باشید.